اسپانسر پرودو هیجان انگیزترین فیلم های سال 2024 تو گیم برنامه به شما معرفی میشه. سلام سلام چطوریم؟ انسان منصوری هستم و تو این برنامه میخوام بهتون 10 تا از فیلم هایی که هیجان تماشاشون رو دارم و سال 2024 منتشر میشن رو بهتون معرفی بکنم تاریخ انتشارها رو هم بهتون میگم این لیست منه لیست مورد انتظارهای منه شما هم اگر نوینتون رو کامنت بکنید با همدیگه به یه لیست جامعه تری میرسیم و هیجان تماشامون رو چند برابر با هم دیگه طبق معمول بیان هیجان تماشا بسازیم از شماره ده شروع می کنم تا یک هر چی جلوتر میرم قاعدتا هیجان بیشتری برای تماشای اون اثر دارم شماره یک هم که دیگه اوه. حامی این برنامه هم برند پورودوه که لوازم جانبی موبایل دارن لوازم کمپینگ لایف استایل و دیگر محصولات دیگه گجت ها و اکسسوری های مختلف که توی ایران گارانتی هم داره شماره ده یک مکان ساکت روز اول تاریخ انتشار 28 جون 8 تیر ماه 1403 یک مکان ساکت یک انگار قرار بود یه فیلم گیشه‌ای جذاب باشه اما فراتر از این رفت و تبدیل شد به یک اثر با کیفیت هیجان عالی که من خیلی دوستش دارم طرح داستانی اینه دیگه یه سری موجودات به زمین حمله کردن که خیلی شنوایی بالایی دارن کوچکترین حرکتی صدایی داشته باشی پیداش میکنن و فاتحت خونده است کجا این لول افزایش پیدا کرد از یه اثر صرفا سرگرم کننده اونجایی که این خانواده ای که تونسته بودن بقا پیدا بکنن به واسطه داشتن یک فرزند ناشنوا زبان اشاره بلد بودن پس سکوت کاملا دومیش دو هم اومد خیلی جذاب بود قاعدتا برای سومیش هیجان زدم البته این اسپینافیس از یک مکان ساکت هم بازیگرا عوض شدن هم برمیگرده روز اول رو نشون میده همین که کرازینسکی نمی یعنی کارگردانش نیست تهیه کنندهشه بازیگرا ولی عوض شدن و قصه خانواده و افراد دیگه ای رو داریم روز اول این حادثه دنبال میکنیم همیشه نقدم به این دوگانه این بوده که این موجودات چرا نمیگی چی از کجا اومدن ماجرای روز اول چیه و ظاهرا توی نسخه سوم اکوایت پلیس میخواد به این سوالاتم پاسخ بده چرا که نه منتظرشم شماره گلادیاتور دو امکان نداره چشمون رو ببندیم و وقتی گلادیاتور یک رو به یاد میاریم حداقل یک پلان توی ذهنمون شکل نگیره اون خاطره اون فیلم جذاب اون فیلم هیجان انگیز تقابل خیر و شر هیچ وقت از ذهنمون بیرون نخواهد رفت اون راسل کرو جذاب و ریدلی اسکات هم که دومی رو داره خودش دوباره میسازه بر حال علت ایجاد میکنه گلادیاتور دو داستان لوشس یا لوسیوس با بازی پال ماسکال خواهرزاده کوموروس با بازی واکین با فینیکس رو روایت میکنه گلادیاتور دو دنزل واشنگتن و پدرو پاسکال هم داره تردیدهای زیادی در مورد ساخت گلادیاتور دو وجود داشت و راسل کرو گفته بود که انگار بهش پیشنهاد بودن بیا دوباره فرمود ماکسیمس رو زنده میکنه گفت نمیشه که مردم نمیپذیرن و اینها به هر حال بدون راسل کروز ساخته شده و میگه که وقتی فهمیدم نقش لوشس رو قراری که پل ماسکار بازی کنه یه خورده حسودیم شد به هر حال دو وجیدلی اسکات درسته که همون ریلی اسکات اون دوران نیست ولی بله هیجان تماشاش رو دارم شماره یه هشت The Zone of Interest منطقه مورد علاقه این فیلم اکران شده در سینما ها ولی هنوز نسخه آنلاینش به دست ما نرسیده و قاعدتا ما در سال 2024 میبینیمش و هیجان تماشاش هم دارم ضمن اینکه جایزه بزرگ جشنواره کن رو گرفته در حاشیه جشنواره جایزه منتقدین فیپرشی رو هم دریافت کرده و داستان خیلی عجیبی داره فرمانده اردوگاه آشویتس دیوار به دیوار اردوگاه کار اجباری که دارن تصمیم گرفته در یک باقی یک زندگی زیبا به همراه همسرش بسازه و لذتش رو ببرن پارادوکس رو این تضاد عجیبی وجود داره در داستان در کنار جایزه کن و فیپرشی نامزد گلدن گلوب بهترین فیلم درام بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین موسیقی هم هست و در کنار همه اینها خانم سانلا هولر که بازیش توی آناتومی یک سقوط خیلی برام جذاب بود نقش اصلی این فیلم رو هم بازی کرده بله منتظرشم شماری هفت سپایدرمن ورای جهان انکبوتی تاریخ انتشار 29 مارچ دهم فروردین 1403 که البته گفته میشه احتمال اینکه دیرتر اکران بشه وجود داره که قبلا گفتم نسخه اول این انیمیشن سال 2018 لقب بهترین انیمیشن ابرقهرمانی قهرمانی تاریخ رو دادن بهش منتقدین نسخه دوم به همون میزان تحسین شد و بیشتر فروخ سومی که دیگه سگانه رو تکمیل کنه چرا باید منتظرش نباشیم داستان از اونجایی شروع شد که پسر نوجوانی رو انکبوتی رادیو گاز گرفت یا نیش زد و اون رو دوچار توانایی هایی کرد که باعث خلق مرد انکبوتی جدید شد و باید جهان خودش رو از نابودی نجات بده ادامه اون داستان هیجان انگیزه انیمیشنی با رنگ های فوق موسیقی جذاب داستان خیره کننده شوخ که در ورژن دوم بهتر شده چرا باید فکر بکنیم که در ورژن سوم از دومی هم بهتر نمیشه شماره 6 فیوریوسا دنباله مدمکس جاده خشم تاریخ انتشار 24 می 4 خرداد 1403 فرمانده فیوریوس ها که همسران حاکم رو از قصر فراری داده بود در نسخه جاده خشم زبانی که جوانتر بوده و 45 سال بعد از نابودی زمین خودش ماجراهایی داشت از خانوادش گرفتنش و تلاش میکرده تا بتونه برگرده پیش خانواده و در خانه همین ماجراها همین داستان دیسوار فیوریوسا در دوران جوانی رو قرار ببینیم نقشی که چارلز ترون بازی کرده بود در نسخه جاده خشم رو حالا آنیا تیلور جوی بازی کرده مدمکس فیوری رود همین چند ماه پیش شد بهترین فیلم 25 سال اخیر به انتخاب منتقدین راتن تامیتوز اگر قبول نکنیم که بهترین فیلمه که به نظر من نیست حداقل برای من بهترین فیلم 25 سال اخیر نیست ولی یکی از خوب هاست و یکی از بهترین فیلم های اکشن سینماست واقعا چرا باید منتظر جهان بدون توقف و زرد رنگ جورج میلر نباشیم شماره 5 جوکر جنون دو نفره تاریخ انتشار 4 اکتبر 2024 13 همه مهر ماه 1403 4 5 سال گذشته ولی صادقانه هنوز خنده های عصبی واکین فینیکس در نقش جوکر رو از یاد نبردیم همون آرتور تحقیر و ترد شده از اجتماع که کم کم تبدیل به جوکر شد و حالا قراره با پیوستن لیدی گاگا بهش و تبدیل ژانر به ژانر موزیکال که انگار خیلی هم خشنه نسخه دنباله اون رو ببینیم امزاد. هنوز هیچ داستان رسمی از فیلم منتشر نشده و هر چی که گفته میشه بر اساس حدس و گمانه. ولی میدونیم که لیدی گاگا نقش هارلی کوین رو بازی کرده و طبق چیزی که از کمیک های دی سی میدونیم هارلی کوین روانشناسیه که بالا سر در تیمارستانی که داخلش بستریه عاشق جوکر میشه اسمشو از هارلی کوینزل به هارلی کوین تبدیل میکنه جوکر رو از تیمارستان فراری میده تبدیل میشه به دستیارش دو دیوانه رها در شهر گاتام تلفیق جنون و موسیقی کنشکابی برانگیز بگم شماره چهار میکی 17 تاریخ انتشار 29 همه مارچ دهم فروردین 1403 کیه که منتظر فیلم جدید بونجون هو نباشه بونجون که با فیلم پاراسایت اسکار رو درو کرد ولی از قبل از اون مدل داده بودیم بهش به واسطه فیلم مثل مادر و خاطرات قتل یکی از بهترین فیلم های جنایی سینماست حالا پنج سال بعد از پاراسایت با اقتباسی از رمان میکی هفت نوشته ادوارد اشتون اومده تا دوباره سورپرایزمون بکنه رابرت پاتینسون ستاره فیلم استیون یون هست، مایکروفولو هست، تونی کولت هم هست. فیلم علمی تخیلی، هیجان انگیز، درام. داستان رو بذار براتون بگم. داستان یک فرد قابل تعویزه که به یک سفر اکتشافی توی فضا فرستاده شده تا جایی برای زندگی انسانها پیدا کنه. حالا یعنی چی قابل تعویز؟ یعنی اینکه اگر اتفاقی براش بیفته و بمیره، اینا به یک تکنولوژی دست داده کردن که همون فرد رو میتونن دوباره زایش بکنن با همون خاطرات ولی در یکی از این زایش های مجدد این بار یه مشکلی و اتفاقی غیر قابل پیش بینی رخ میده تریلر فیلمو وقتی میبینم و رابط رو میبینم که دوربین داره میچرخه و بعد چشماشو باز میکنه و روی اون موسیقی هیجان انگیز واقعا جذاب برام شماره 3 دون دو تاریخ انتشار یکم مارچ 11 اسفند 1402 یعنی خیلی باهاش فاصله نداره ادامه داستان پل در اراکیس و بعد از پیوستنش به فرمن ها فیلم توی نسخه اول جایی تمام شد که واقعا آغاز اتفاقات هیجان انگیز بود جایی که قهرمان های داستان باید با شیاطین قصه بجنگن و پرده از اسراری برداشته میشه طبق تریلر متوجه میشیم که پل و چانی عاشق هم دیگه شدن اکشن بیشتری خواهیم داشت آستین باتلر میاد با گیری میخواست ظاهرا متحدین در مقابل بدهای ماجرا قرار که از کرم ها کمک بگیرن و از بزرگترینشون شیخ الخلود کمک بگیرن هیجان انگیزه و ظاهرا فرمنها ها پذیرفتن که پل همون منجیه و بهش ایمان آوردن شماره یک یک کمی کند بود ولی عظیم با شکوه و بسیار دقیق ساخته شده بود به هر حال کارگردان بازم دنی خالق فیلم مثل پریزنرز، رایوال، اینسندس پس حتما هیجان تماشاشو دارم این از اون فیلم که باید با بهترین کیفیت تصویر در دسترس و با بهترین کیفیت صدا ببینیمش شماره دو پورتینگز ساخته یورگس لانتیموس بله این فیلم هم الان اکرانه در سینماها ها ولی هنوز نسخه آنلاینش در دسترس قرار نگرفته تا بتونیم ببینیمش بنابراین در سال 2024 میبینیم خیلی منتظرشم فیلم برنده شیر ونیز شده نامزد هفت جایزه گلدن گلوب اما استون مایکروفلو ویلم دفوتوش بازی میکنن و داستانی یک دانشمند عجیبه که یه زن که خودکشی کرده رو مغز یک نوزاد رو میذاره تو مغزش و زندش میکنه حالا یک انسان بالغ داریم که مغزش مثل یک بچه است و یک وکیل فاسد با بازی ماکروفالو فریبش میده و با هم دیگه فرار میکنه فیلم عمره های خیلی خوبی گرفته 8.5 IMDB آی ام 93 درصد راتن 86 درصد متا یه شایعاتی هست که یک ماهونیم دیگه نسخه آنلاینش منتشر میشه نسخه پرده ایش وجود داره که باید دیوانه باشم اونو ببینم خیلی منتظرم نسخه با کیفیتش بیاد و شماره یک فیلم منتقد فیلم ساخته آخر کونتین تارانتینو تو گوگل که سرچ میگوین تاریخ انتشار رو زده 2024 ولی قطعی نیست فقط میتونیم امیدوار باشیم بیاد بیرون کونتین تارانتینو گفته من فقط ده تا فیلم میسازم و اگه دوتا کیل بیل رو یه دونه فیلم حساب بکنیم منتقد فیلم دهمین ده همین فیلمشه. اصرار داره که در دوران اوج خدافزی بکنه معتقده که کارگردان بزرگ بدترین فیلمهاشون هاشون تا فیلم آخرشون بوده حساسه و دلش نمیخواد چه اتفاقی براش بیفته انصافا تارانتینو هنوز در اوجه و اگر طرفدارش باشید و شناخت نسبت به ژانرش داشته باشید از فیلم روزی روزگاری در هالیوودش هم بسیار بسیار بسیار, بسیار لذت بردید فیلم داستان منتقده در میلادی امریکا که بسیار آدم بددهنی بوده روی فیلم های ناجورم نقد می نوشته فوش هم میداده حرفهای نجات پرستانه هم میزده ولی تارانتینو میگه که خیلی برام خنده داره چیزایی که نوشته و شخصیت شخصیت جالبی است برام توی آی دی بی تنها چیزی که از فیلم مشخص شده اینه که بازیگرش پول واترهاوزره بچه چیزی جالبی که پیدا کردم اینه که تارانتینو ظاهرا در حال عوض کردن داستان فیلم معروف دهه هفتاد امریکاست از اون شوخی های خاص خودش غیر از خشونت که نماد تارانتینوه یه کار خیلی جذاب دیگه که انجام داده در طی فیلمهاش این بوده که تاریخ رو تحریف کرده مثلا سرانجام هیتلر رو تحریف کرده سرانجام شارون رو اونجوری که خودش دوست داشته عوض کرده یکی دیگه از کارهای خلاقانه که میکنه که تو این فیلم انگار داره انجامشون میده خیلی دوست دارم زودتر این فیلم رو ببینم و امیدوارم که سال 2024 فیلم منتقد فیلم تارانتینو منتشر بشه و بازم دروغ گفته باشه و فیلم سازی رو ادامه بده شما هم لیستتون رو بنویسین این لیست من بود امیدوارم که به دردتون بخوره خیلی مخلصم در تماسیم